نشست امنیتی ایالات متحده و ژاپن در بحبوحه تهدیدات چین. وزرای دفاع ژاپن و ایالات متحده و دیپلمات‌های ارشد یکشنبه 7 مرداد در توکیو با هدف تقویت بیشتر همکاری‌های نظامی خود از جمله ارتقای فرماندهی و کنترل نیروهای آمریکایی و تقویت تولید موشک‌های دارای مجوز آمریکا در ژاپن با توجه به تهدید فزاینده چین ملاقات خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و لوئید آستین وزیر دفاع به همراه همتایان ژاپنی خود یوکو کامیکاوا و مینورو کیهارا در کمیته مشاوره امنیتی ژاپن آمریکا معروف به مذاکرات امنیتی 2+2 برای تایید دوباره اتحاد خود پس از کنارگیری رئیس جمهور جو بایدن از رقابت انتخاباتی نوامبر شرکت خواهند کرد. برای اولین بار وزرا مذاکرات جداگانه‌ای برای تایید تعهد ایالات متحده به بازدارندگی گسترده که شامل سلاح‌های هسته‌ای نیز می‌شود برگزار خواهند کرد. این در حالی است که پیش از این ژاپن از بحث علنی درباره موضوع حساس تهدیدات هسته‌ای فزاینده از سوی روسیه و چین خودداری کرده بود. انتظار می‌رود وزرای دو کشور درباره برنامه‌هایی برای ارتقاء ساختار فرماندهی و کنترل نیروهای آمریکایی در ژاپن با آوردن افسران ارشد با اختیارات فرماندهی برای ایجاد یک همتای آمریکایی برای فرماندهی متحد ژاپن که قرار است در ماه مارس آغاز به کار کند گفتگو کنند. با اینکه ژاپن میزبان بیش از 50,000 نیروی آمریکایی است، اما در حال حاضر فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در یوکوتا در حومه غربی توکیو که مسئولیت مدیریت پایگاه‌های آنهاست اختیارات فرماندهی نداشته و از طریق فرماندهی اقیانوس آرام در هاوایی اداره می‌شود. پیش از مذاکرات 2+2 کیهارا با آستین و وزیر دفاع کره جنوبی شین وونسیک برای اولین مذاکرات دفاعی سه‌جانبه میزبانی شده توسط توکیو دیدار و یک یادداشت تفاهم بر اساس توافق جوان آنها در سنگاپور امضا کردند که گفتگوهای منظم سطح بالا، تمرینات مشترک و تبادلات دیگر را نهادی می کند. مقامات دفاعی گفتند که این یادداشت به عنوان پایه‌ای برای همکاری‌های دفاعی آینده بین سه کشور علی‌رغم تغییرات احتمالی رهبری عمل می‌کند و در عین حال وحدت آنها را نشان می‌دهد. ژاپن شتاب بخشیدن به تقویت نظامی خود را سرعت داده و عملیات‌های مشترک با ایالات متحده و همچنین با کره جنوبی را بیشتر کرده و در عین حال تلاش می‌کند تا صنعت دفاعی عمدتاً داخلی خود را تقویت کند. ژاپن به طور قابل توجهی محدودیت‌های صادرات تسلیحات خود را کاهش داده و در دی ماه 1402 به درخواست ایالات متحده برای ارسال رهگیرهای موشکی پک-3 ساخته شده در ژاپن تحت مجوز آمریکایی برای تجدید موجودی ایالات متحده که به دلیل حمایت آن از اوکراین کاهش یافته پاسخ داد. وزرا همچنین انتظار می‌رود درباره افزایش تولید رهگیرهای پک-3 ژاپنی برای صادرات به ایالات متحده بحث کنند. ژاپن و ایالات متحده همکاری‌های صنعت تسلیحاتی خود را پس از توافق اردیبهشت 1403 بین نخست وزیر ژاپن فومیو کیشیدا و بایدن سرعت بخشیدند. دو طرف گروه‌های کاری برای تولید مشترک موشک‌ها و برای نگهداری و تعمیر کشتی‌های نیروهای دریایی و هواپیماهای نیروی هوایی ایالات متحده در منطقه ایجاد کردند. در حالی که نقش ژاپن عمدتاً برای کمک به تأمین تسلیحات ایالات متحده و حفظ بازدارندگی معتبر آن در اقیانوس آرام در میان درگیری‌های مداوم در خاورمیانه و اوکراین طراحی شده است، مقامات ژاپنی می‌گویند که این به تقویت صنعت دفاعی ژاپن کمک خواهد کرد.